آژانس هواشناسی سازمان ملل هشدار داد تغییرات شدید آب و هوا تا سال 2030 بر 118 میلیون نفر در آفریقا تاثیر میگذارد همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده و توجه شما را به دیدن آن جلب کنم سازمان جهانی هواشناسی میگوید مردم فقیر در آفریقا به زودی در معرض خشکسالی سیل و گرمای شدید قرار خواهند گرفت بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی WMO که روز دوشنبه منتشر شد در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب نزدیک به 118 میلیون نفر در آفریقا تا سال 2030 در معرض تغییرات شدید آب و هوایی قرار خواهند گرفت بر اساس گزارش وضعیت آب و هوا در آفریقا در سال 2023 تخمین زده می شود که تا سال 2030 تا 118 میلیون نفر از مردم به شدت فقیر در معرض خشکسالی، سیل و گرمای شدید در آفریقا قرار می گیرند در صورتی که تدابیر و واکنش کافی اتخاذ نشود. این گزارش بر نیاز فوری برای افزایش سرمایه گذاری برای ایجاد ابتکاراتی به منظور سازگار شدن با آب و هوا و ایجاد تاباوری برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی در این قاره تاکید کرد کشورهای آفریقایی به طور متوسط سالانه دو تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست می دهند. و بسیاری از آنها تا 9 درصد از بودجه خود به دلیل تغییرات شرایط آب و هوایی منحرف می شوند. تنها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا پیش بینی می شود که هزینه انتباق سالانه بین سی تا 50 میلیارد دلار در دهه آینده برسد که دو تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را شامل می شود. در این گزارش تاکید شده که این امر فشار زیادی را نسبت به تلاش های صورت گرفته به منظور کاهش فقر وارد می کند و به شدت مانع رشد اقتصادی در سراسر این قاره می شود. سرس ساولو دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی WMO در بیانیه ای گفت آفریقا در شهست سال گذشته روند گرمایشی را مشاهده کرده که سریعتر از میانگین جهانی بوده است. سلسد در ادامه افزود که این قاره در سال 2023 موجهای گرمای مرگبار بارانهای شدید سیل طوفانهای استوایی و خشکسالیهای طولانی را تجربه کرد سال 2023 به عنوان گرمترین سال ثبت شده رویدادهای آب و هوایی ویرانگر را در مناطق مختلف آفریقا به همراه داشته است در حالی که کشورهای شاخ آفریقا جنوب آفریقا و شمال غرب آفریقا با خشکسالی های طولانی مدت و چند سال دست و پنجه نرم می کنند سایر مناطق از بارش شدید که منجر به سیل های فاجعه بار شده رنج می برند. این تغییرات شدید اقلیمی عواقب شدیدی را به همراه داشته که باعث تلفات جانی جابجایی گسترده و خسارات اقتصادی قابل توجهی شده است سالو همچنین افزود این تغییر آب و هوایی شدید در سال 2024 ادامه داشته و بخشهایی از جنوب آفریقا تحت تاثیر خشکسالی مزر قرار گرفته و بارندگی های فصلی استثنایی باعث مرگ و ویرانی در کشورهای شرق آفریقا شده که اخیرا در سودان و سودان جنوبی رخ داده و بحران انسانی را تشدید کرده است